سلام دوباره به عزیزان، به قسمت سوم برنامه خوش آمدید. فرهناز، خودشناسی و خوددرمانی با فرهناز. در قسمت دوم یه مکالمه داشتم با یکی از شاگردام که اون قسمت سیو نمیشه. اگرم سیو نشه روی موبایلم بعد من نمیتونم پست کنم. حالا ممکنه یکی از شاگردام اینو سیو کنه بعد بر من بفرسته، ولی برای خود من سیو نمیشه. فکر کنم شاید رو اینستاگرام باشه برای 24 ساعت، ولی من بر من سیو نمیشه که من بتونم بعدم پست کنم در کانال. امیدوارم این فیچر رو تغییر بدن که همون قسمت مکالمش هم یه جوری تغییرش بدن که قابل سیو باشه، ولی فعلا قابل سیو نیست. اوکی، مرسی ازم. حالا میخوایم یه تمرینی داشته باشیم با توپ رنگین کمان. بله، تایمرم هنوز فعال هست، از قبل وقت داریم فعلا. متشکرم از یادآوری. یه تمرین داشته باشیم با توپ رنگین کمان و یکی از درخواستایی که بدیم برای کودکان هست و مخصوصا کودکان کار. در کلاس ترم شما نبودم ولی همه به هم میگن خیلی انرژی دارم. بسیار خوب. با توجه درخواست میدیم از توپ رنگی کمان هم برای کل کودکان ایران که در مسیر نور هستند، هم بالخصوص برای کودکان کار که قلبمون بهشون باز بشه، بلسینگ عشق و فراوانی بهشون داده بشه، چون قسمتی از این قضیه کارمای خود کودکان هست. بلسینگ برای بخشش کارمای گروهی مردم ایران و کارماهایی که این کودکان دارند، بهشون بلسینگ بخشش و ورچو بدیم که امیدوارم این کمک بکنه تغییراتی ایجاد بشه و قلب ما به این قضیه باز بشه و افرادی هم که در ایجاد تغییرات اساسی میتونن نقش داشته باشن قلبشون باز بشه و در این قضیه اقدام بکنن و تغییری در این شرایط ایجاد کنن که بتونیم جامعه‌ای سالم‌تر داشته باشیم. همونطور که گفتم این بچه‌ها سازنده جامعه آینده ما هستن. باید به این قضیه اهمیت داده بشه. کودکان هر کشوری سرمایه اون کشور هستن. سازنده جامعه اون کشور هستن. باید به بچه‌ها، به کودکان توجه زیاد و خاص داد که با تعادل احساسی و ذهنی بزرگ بشن در محیط سالم که بتونیم در آینده جامعه‌ای سالم داشته باشیم. اوکی. کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف، نفسای عمیق. نفس عمیق یعنی نفست بیاد پایین تا ته شکم. ما خیلی وقت از سینه نفس میکشیم، تند و تند شلو نفس میکشیم، خیلی اوقات حتی نفسمونو میگیریم خودمون متوجه نیستیم. من خیلی اوقات خودم متوجه شدم بعض اوقات نفسمو میگیرم، مخصوصا وقتی دارم روی چیزی تمرکز میکنم. بعد حواسمون باشه نفس بکشیم. در طی روز چند بار اینو به خودتون یادآوری کنید، مخصوصا موقعی که تو عجله هستید به خودت یادآوری کن، صبر کن، دو سه تا نفس عمیق، نفس که بیاد عمیق تا پایین شکم. یعنی وقتی نفس میکشی شکمت به جای اینکه این قسمت قفس سینه حرکت بکنه، نفس عمیق که میکشی باید شکمت حرکت بکنه، بالا پایین بره. وقتی که داری نفس میکشی، وقتی نفس عمیق بکشی این ریه‌هات اکسیژن بیشتری میگیره. حالا سه تا نفس عمیق. خود این کار رو در روز انجام بدید، تأثیر زیادی در انرژی شما میگذاره. خیلی ریلکستون میکنه، چارجتون میکنه، حضور ذهنتون رو بیشتر میکنه. بسیار این سه نفس عمیق
بسیار در انرژی تاثیر مثبت میگذاره. در روز این کار رو انجام بدید. روزی 5-6 بار به خودتون یادآوری کنید که توقف کن، 3 نفس عمیق. میبینید که در انرژیتون، در آرامشتون تاثیر خیلی زیادی میگذاره. کاری بسیار ساده ولی بسیار موثر. اوکی، حالا کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف، نفس عمیق. دو تا دست رو میتونید یا بذارید زیر شکم یا باز روی پاتون بذارید. زیر شکم بهتره، دو تا دست زیر شکم که باشه به تعادل کمک میکنه. بعد درخواست از توپ رنگین کمان. اول سلام میدیم به توپ رنگین کمان. اسم این توپ رنگین کمان هست، توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. اول سلام میدیم. سلام به توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. از تو درخواست میکنم بلسینگ بالاترین بخشش، بالاترین ورچو و بالاترین حفاظت بده به تمام کودکان ایران که به نور خدمت میکنند. سلام به توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. از تو درخواست میکنیم بلسینگ بده برای بالاترین بخشش، بالاترین ورچو، بالاترین حفاظت برای تمام کودکان ایران که به نور خدمت میکنند. سلام به توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. از تو درخواست میکنم بلسینگ بالاترین بخشش، بالاترین ورچو و بالاترین حفاظت بده به تمام کودکان ایران که به نور خدمت میکنند. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. 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 از توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی درخواست میکنم به تمام کودکانی که کار میکنن تو خیابان ها بلسینگ بده برای بالاترین ورچو، بالا الهی. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش 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 الهی. از توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی درخواست میکنیم بلسینگ باز شدن قلب ها و آگاه تر برخورد کردن بده به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنند که نسبت به یکدیگر با عشق بیشتری برخورد کنند. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. 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 از توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی درخواست میکنیم بلسینگ باز شدن قلب ها بده به برای کودکانی که به نور خدمت میکنن که مردم ایران، خلق بشر، مردم ایران نسبت به این کودکان قلب هاشون باز باشه و با عشق با این کودکان رفتار کنن. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. توپ رنگین کمان
ارسو آرامش الهی، توپ رنگین کمان، 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 ارسو آرامش الهی. از توپ رنگین کمان اکسل آرامش الهی درخواست میکنم به خانواده این کودکان کار بلسینگ بده برای بالاترین بخشش ورچو ان حفاظت و فراوانی و ثروت آنطور که به صلاح است در مسیر نور. توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی. از توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی درخواست میکنم بلسینگ باز شدن قلب بده به قانونمندها، افرادی که میتونن قانون ایجاد کنن به نفع این کودکان کار آنطور که به صلاح است. توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی. از توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی درخواست میکنم به کارمای گروهی مردم ایران بلسینگ بخشش و ورچو بده به طوری که کمک کنه مردم قلبهاشون به هم باز بشه. توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی، 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 توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی. از توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی درخواست میکنم به همه مردم ایران که به نور خدمت میکنند بلسینگ بده برای آگاهی بیشتر و برای به یاد آوردن اینکه ما همه جزئی از هم هستیم، ما همه از یک پیکریم. توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی، 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 توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی. از توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی درخواست میکنیم به این مدرسه صبح رویش که حمایت میکنه از کودکان کار بلسینگ بده برای بخشش ورچو فراوانی و ثروت که بیشتر بتونن این بچه های کار رو حمایت کنن. توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی. از توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی درخواست میکنم به تمام افرادی که به این کودکان کار عشق میورزن بلسینگ بده برای فراوانی و ثروت. توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی، توپ رنگین کمان ارسل آرامش الهی،
توپ رنگین کمان عشق آرامش الهی. از خالق مهربانم برای هدیه توپ رنگین کمان بی نهایت سپاس دارم. از توپ رنگین کمان برای خدمت بزرگ بدون بازخواستش بی نهایت سپاس دارم. اوکی، میتونید حالا بگید حستون با این تمرین چی بود؟ چه تجربه ای داشتید؟ امیدوارم که نتایجش رو خیلی زود ببینیم. این ضبطش رو در کانال پست خواهم کرد. حتما از این تمرین استفاده کنید روزانه که به لطف پروردگار به خوبی و زودی تغییرات خوبی در این مرحله انجام بشه. آرامش زیاد دلیلش چی میتونه باشه؟ توپ رنگین کمان از انرژی بالایی داره، انرژی مثبتی داره. سپاس فرشته میرون، مرسی ازم. مرسی از قلب ها، از اسمایلی ها. علی بود خمیازه و اشک. خب حالا سوال بعد جواب میدم. بذارید من اول میخوام ببینم تجربتون با این تمرینمون چی بود. حس آرامش، سپاس، مرسی از قلب های زیبا. توپه رنگین کمان رو در خورشید دیدم که این طرف و اون طرف میرفت و رنگین کمان دیدم. توپه رنگین کمان در میان ابرهای پنبه‌ای و پر آرامش بود و دورش قلبهای زرد و طلایی که درشون باز میشد. بسیار خوب، عالی بود، مرسی. مرسی از قلبهای زیبا. ممنون از لطف شما، عالی. عشق از چشمام جاری شد. اشک بی اختیار از چشمام فوراً فوران می کرد. حس آرامش، خمیازه و اشک. من شما رو دیدم با یک شنل بلند مشکی و بسیار اشک و خمیازه. آخرهای تمرین من بی اختیار گریم گرفت و اشک می ریختم. نورهای طلای سفید خیره کننده دیدم. خمیازه زیاد. من که خیلی آرامش خیلی خوبی داشتم. حس آرامش، عشق، بی‌نهایت. میدونید بعضی اوقات یه سری از مسائل، مثلا یه سری مشکلات هست که خب اون یه مشکلیه که این هم کارمای گروهی ما میشه، هم مسئولیت گروهی ما میشه، هم انعکاسش رو کل جامعه تاثیر میگذاره. ولی بعضی اوقات توی شرایطی برخورد مردم یه مسئله اساسی تر میشه از خودش اون مشکل، یعنی نوع برخورد متفاوت میشه. یه بار یه صحنه ای من یک کلیپی یه جایی دیدم که یه صحنه ای بود که حالا توضیح نمیدم چون صحنه خوشایندی نبود و برای ارتعاشتون مناسب نیست توضیحش، ولی صحنه ای بود بسیار ناخوشایند. ولی اون چیزی که بیشتر مشکل اصلی بود به دیدگاه من این بود که جمعیت زیادی مثلا جمعیتی که توی استادیوم جمع میشن برای تماشای ورزش، یه جمعیت زیادی جمع شده بودن برای تماشای این اتفاق که یه چیزی واقعاً ناخوشایند بود، ولی برای دیدنش واسه من جمع شده بود. یعنی این قسمت که اینقدر این اتفاق برای افراد عادی شده که براشون حالت نمایش پیدا کرده و وایستادن همه اینا نگاه میکنن، هیچ کسی هم هیچ اقدامی نمیکنه، حتی کودکانی اونجا بودن که شاهد این قضیه بودن، این مسئله بزرگتر از خود اون اتفاقه که مثلا کودکانشون هم اونجا وایستادن که نگاه کنن این صحنه رو. خب این بچه وقتی تو بچگی این صحنه رو میبینه فکر میکنه زندگی یعنی این، خودش هم اگه خواست یه همچی کاری تو بزرگسالی بکنه میگه خب بزرگترها این کار کردن حتما ایرادی نداره اگه منم این کار بکنم.
بعد جامعه یه مشکل اساسی پیدا میکنه وقتی که نسبت به یک سری کارهایی که گاهی جنایت هایی بعضی اوقات میشه براشون مثل حالت نمایش و وایستن تماشا بکنن پیدا بکنه، مشکل بزرگتر برخورد اون جامعه است با اون مسئله، از خود اون مسئله بزرگتره به دیدگاه من. چون برای من خیلی تعجب آور بود که در یک همچی صحنه ای که نمیگم چی بود به این تعداد جمعیت وایستادن نگاه میکنن حتی بدون حس تأسف، وایستادن دارن نگاه میکنن، تماشا میکنن. تماشاچی ها مشکل بزرگتریه از خود اون حادثه. نوع برخورد جامعه مهمترین قسمت این قضیه است، چون اون یه نفره که داره اون کار انجام میده، اون کاری که نباید انجام بشه، اون جامعه ای که داره وایب میسه نگاه میکنه داره همدست اون شخص میشه، آگاه نیستن، فکر میکنن خب من که کاری نکردم، ولی دارن همدست اون شخص میشن وقتی که وای میسن نگاه میکنن، هیچ اقدامی هم نمیکنن و بعدم نسبت به قضیه بی تفاوت میشن، میرن خونشون انگار نه انگار که اتفاق افتاده. برخوردهای ما، انعکاس ما در جامعه ما انعکاس نشون میده. خیلی ها فکر میکنن مشکل من نیست، خب بی خیال، مشکل جامعه خواهد شد به مرور زمان، هر چقدر انکار بیشتر بشه مشکل جامعه خواهد شد. من خیلی دهان دره کشیدم و توی کتفم و قفس سینم احساس گرمایی زیاد داشتم، بی نهایت سپاس. حس میکردم وقتی از توپ رنگین کمان درخواست میدادید در حال اجرا بود. توپ رنگین کمان سپاس استاد، به فکر همه هستید، شما همه هموطنان من هستید. وقتی که شما در عشق آرامش باشید به من هم عشق آرامش میده. لمس معجزه های توپ رنگین کمان خیلی زیباست، ممنون. وسط قفسه سینم و کمر درد گرفت، انرژی زیادی انگار به جسم وارد میشد. بله قویه توپ رنگین کمان. ممنون استاد عزیز، آرامش بسیار زیاد احساس میکنم، بدنم آرامش گرفت. تمرین شما رو خیلی دوست دارم، آرامش داره. اینو توصیه میدم هر روز، این ضبط این که تو کانال پست میشه، هر روز این رو انجام بدید با ضبط برنامه، که امیدوارم به زودی تغییری در این شرایط ایجاد بشه، چون این به همه ما منفعت میده. هر عشقی که بفرستیم به خود ما منفعت میده. زیر شکمم داغ شد، گرمای زیاد. استاد به باغ بزرگ پر از گل و بچه‌هایی که در کنار گل‌ها بدون حرکت، چطوری ثروتم رو بیشتر کنم؟ تو کلاس امور مادی من شرکت کنید. برای اولین بار حس انرژی داشتم ولی سرگیجه، حالت تهوع. انرژی یه خورده براتون زیاد بوده، میتونید مدتش رو یه خورده کمتر کنید دفعه دیگه. حس سبکی آرامش. تو رو به خدا بلسینگ قوی برای درمان به کارمای ارتباطات بدید. توی کانال هست این درمان یا بلسینگ. و در ضمن چون یکی از عزیزان درخواست داده بود برای درمان برای گشایش، من دفعه پیش بلسینگ دادم برای گشایش، ایشون تاکید داشتن من درمان میخوام، برای من درمان میخوام نه بلسینگ. یه آگاهی میخوام بهتون بدم، اینه که گاهی اوقات بلسینگ مؤثرتر از درمانه. من تو اوقاتی که بلسینگ رو مناسب تر ببینم بلسینگ میفرستم. فکر نکنید که بلسینگ اثرش کمتر از درمانه، گاهی اوقات بلسینگ اثرش بیشتره. بستگی به نوع بلسینگ و نوع درمان داره. اونجایی که من احساس میکنم بلسینگ موثرتره، من بلسینگ میدم. یعنی اون بلسینگ گشایش
براتون مفید هست از همون بلسینگ استفاده کنید برای گشایش در امور. شماره حسابی از این مدرسه که گفتم بذاریم، وبسایت دارن در در چی در اینترنت وبسایت دارن. من خودم بدین طریق پیداشون کردم. شما در اینترنت سرچ بکنید مدرسه صبح رویش برای کودکان کار، وبسایتشون رو پیدا میکنید از گوگل گوگل بکنید. حالا من بعد از که برنامه تموم شد وبسایتشون رو توی اینستاگرامم پست میکنم که ساپورتشون کنید در این مسیر. صورتم یخ کرد، خمیازه زیاد. شما فوق‌العاده هستین، مرسی عزیزم. عادی نشده، بیخیال شدن نسبت به هم. خیلی قسی و قلب. خب هدف ما ایجاد تغییر دیگه. هدف ما آگاه تر بودن و تغییر و آگاه تر برخورد کردن. چجوری؟ گفتم از تو کلاس مادی من شرکت کنید. شماره کارت دارم مدرسه صبح رویش، من میفرستم برای استاد که ایشون لطف کنن. بله مرسی. ولی وبسایت هم دارن. تو وبسایتشون اگه برید اطلاعات دادن که چطور میتونید کمک کنید. واسه خواهش میکنم بیشتر قلب ها. خب هدف ما باز کردن قلب هاست. اوکی من دیگه نمیخواستم انوان کنم مسئله چی بود، چون انوانش به نفعتون نیست، به ارتعاش کمک نمیکنه. مرسی ازم، منم شما رو دوست دارم. اوکی دیگه لازم نیست هی اینا انوان کنی، از لطف شما. بله مرسی از قلب های زیبا. ذکر تو پرنگین کمان رو هم میتونید صوتی بگید هم ذهنی. همه ذکرها رو همین حالت داره، هم میتونید صوتی بگید هم ذهنی. مصطوب رنگی کمان 5 معجزه به من داده، خیلی سپاسگزارم. بسیار عالی. این نشون میده که دریافتی خودتون هم خوبه، یعنی توپ رنگی کمان خیلی موثره، ولی نشون میده دریافتی خودتون هم خوبه. یه خورده فراموشی میگیرم، چیکار کنم؟ تمرین کنم؟ اگه بر خودتون آلارم بذارید، اگه منظورتون اینه که یادتون میره بر خودتون آلارم بذارید. چندین روزه دارم بلسینگ برای کودکان ایران، حفاظت و آگاهی در مسیر نور و در خواست دادم. بسیار خوب، سلام بر شما. تصویر موقع تمرین تصور ذهن خودمون یه حقیقیه. انرژی که میبینید با بینش درونته، با بینش بدن نوریته که داری گردش انرژی رو میبینی. حالا بینش افراد متفاوته، ولی چیزایی که میبینی گردش انرژی، تغییر انرژیه، تخیل نیست. با بینش بدن نوری، چون وقتی چشمت بسته است، چشم فیزیکیت بسته است، با بینش بدن نوری داری میبینی. یعنی حتی اگر چشم بصیرت باز نباشه، بدن نوری تو بینش داره، میتونید جریان انرژی رو ببینید که بعضی ها میبینن. حالا میزان بینش خیلی ربط داره به سطح ارتعاش و میزان باز بودن قلب. این در بینش خیلی تاثیر داره. ارتعاش جسم فیزیکی، ارتعاش روحی و میزان باز بودن قلب خیلی تاثیر داره در میزان بینش. برای گریه مریضی 2 روز از سوپ رنگی کمان خواستم که خوب بشه، آرامش پیدا کنه. اما با خب تو این حالت ها اگه احتیاج اولا که یه چیزی یادتون باشه، وقتی که توپ رنگین کمان رو استفاده میکنید برای یک شخصی، یک نفر، میزان زمانش باید کوتاه باشه، مثلا 2-3 دقیقه، چون ارتعاش این انرژی بالاست. مثلا میتونید بکنید 2 دقیقه، 2 دقیقه صبح، 2 دقیقه شب، با فاصله 2 دقیقه 2 دقیقه، چون ارتعاش این انرژی بالاست. به اینطوری بهتره،
مدت زمانش کوتاه باشه، 2 دقیقه 2 دقیقه، ولی خروج هر کسی دست خودشه. اگر وقت خروجش بوده، ما نمیتونیم مانع خروج و برنامه شخص بشیم. ولی تو حالاتی که اگه احساس میکنید طرف در خروجه، میتونید بهش بلسینگ بفرستید برای خروج راحت. و خروج چیز بدی نیست. خروج یعنی فارغ التحصیل. نمیتونم بلند بگم تو دلم میگم بله میشه، میتونید ذهنی بگی، اشکال نداره. دریا احساساته. کتاب خواب منو تهیه کنید، سمبول ها درش هست. درمان بدید به یائسگی زودرس. اینو میتونید، من به این زیاد توجه ندادم که بخوام ریشه یابی بکنم براش یه چیزی. یه ریشه یابی براش بکنید. فکر میکنم بعضی اوقات این شاید ربط داره کلن به سیستم جسمیشون، یعنی چیز منفی نیست. ولی اگر احساس میکنی به میلت نبوده، میتونی یه ریشه یابی براش بکنی، ولی چیز منفی حساب نمیشه. تمرین برای استرس، مراقبه کنید. من 2 تا کلیپ مراقبه دارم در کانال تلگرامم. تو کلاس پاکسازی شرکت کنید. جناب سورن سوتن 20 در کلاس پاکسازی من شرکت کنید. نوزادان که مشکل خون دارن درمان بدید. به نوزادان اوکی. من یه درمان عمومی میدم برای کل نوزادان. درمان برای حافظه در کانال. حافظه ربط به کارمای ذهن داره. کارمای ذهن، معمولا کارمای ذهن زیاده، به این راحتی ها حل نمیشه. ولی شما میتونید تو کلاس پاکسازی اگه شرکت کنید کمکتون میکنه. توجه به مثبت ها و ارتعاش رو بالا آوردن کمک میکنه. خود کارمای ذهن معمولا زیاده، حلش چون معمولا میزانی زیاده، حلش خیلی نتیجه نمیده. بعد از یه زاویه دیگه درش تغییر ایجاد کنید. اوکی. من اول یه درمان میدم برای نوزادان، برای کل نوزادان، برای هر مسئله ای که داره. درمان برای نوزاد، در برای هر مسئله که داره، مسئله جسمانی.
اوکی، حالا چون این درمان برای نوزادان بود، نمیشه بهشون بگی که پاکسازی بکنن فضاشونو؟ اوکی، من یه درخواست پاکسازی فرزان براشون دادم، این برای نوزادان. اوکی، حالا یه درمان هم میخوام بدم برای کودک درون. یکی از مسائل احساسی و حتی ذهنی واکنش هایی که ما داریم خیلی ربط داره به کودک درون. یه درمان هم میدم به کودک درون. کف پا روی زمین، این درمان برای همه مناسبه چون همه کودک درون دارن. کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف، نفس عمیق، ریلکس. اوکی، یه پاکسازی انجام بدید. سه بار بگید از فرشته‌های نگهبانم درخواست میکنم فضای منو پاکسازی کنین. درمان برای کودک درون. خیلی خیلی حسای ترس، حسای ناامنی ربط داره به کودک درون. حالا من این درمان کودک درون رو کلی کردم. شما میتونید اینو مشخصش بکنی، یعنی موقعی که داری این درمان رو دریافت میکنی، اگر مثلا حس ترس دارید میتونید بگید این درمان رو میخوام دریافت کنم برای برطرف شدن ترس کودک درونم، یا میتونید به مشخصش بکنید بگید این درمان رو دریافت میکنم برای حس امنیت کودک درونم. چون این درمان به کل بود برای کودک درون، شما میتونید مشخص ترش بکنی برای احساسات، یه چیزایی که احساس میکنی، یه واکنشایی مربوط به کودک درون یا حس عشق به خود کودک درون. میتونید بگید برای این قسمت کودک درون درمان رو میخوام دریافت کنم، مشخصش بکنید. من قطع کردم برگردم یا تایمرم رو نزدم؟ حواسم رفت که الان در چه قسمتی هم، کجای کارم. این قسمت چهارمه به کل. اصلا این درمانی که دادم ذهنم رو سبک کرد، اصلا به کل حواسم رفت من کجای کارم. به من یادآوری کنین لطفا. این قسمت چهارمه، من قطع کردم و برگشتم، تایمرم رو نزدم. تایمرم الان بزنم. چون بعضی بنا به نوع انرژی این درمان ذهنم رو خیلی سبک کرد، یه حالتی ایجاد شد مثل حالت خلاص، یه حالتی ایجاد شد که انگار حواسم نیست دیگه در کدوم قسمت هم دارم چیکار میکنم. anyway، یکی از عزیزان به من یادآوری کنه که این قسمت چهارمه یا نه.
قسمت دوم که گذشت، قسمت دوم مصاحبه بود با یکی از شاگردام. بریم قطع کنیم بریم چهارم. اوکی پس لطفا اجازه بدید من مرسی از یادواری قطع کنیم بریم به قسمت، قطع کنیم بریم به قسمت چهارم، یعنی حدود نیم ساعت شد. اوکی پس من قطع میکنم برمیگردم.